جلسه 85 از آموزش افتر افکت شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم در مورد افکت CC Star Burst صحبت کنیم. یه ویدیو دارم، کلیک میکنم، درگ میکنم اینجا تا یه کامپوزیشن برام بسازه. کامپوزیشن ها میکنم فیت و از پنجره Effects and Presets CC Star Burst رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم روی ویدیوم، رها میکنم. نتیجه رو میبینید. من اسپیس رو میزنم تا خروجی رو هم ببینید. یک همچین اتفاقی افتاد و اگر دقت کنید، من اینو اصلا میرم میذارم رو 200 تا ببینید. یک سری دایره، یک سری کره است به رنگ های مختلف که داره به سمت ما حرکت میکنه. خب برای اینکه دقیق ببینیم چه اتفاقی افتاده، بریم تو پنجره پراجکت یه دونه کامپوزیشن بسازیم. 1920x80 10 ثانیه فریم ریت سی، اوکی. و این یکی رو فیت کنم دوباره، رایت کلیک کنم، نیو، یه دونه تکست بسازم، اسممو بنویسم. خب الان CC استار برس رو روی این لایه اعمال میکنم و دوباره اجرا میکنم. همون اتفاق حدودن اینجا، فقط مسئلهش اینه که رنگ قرمز شد. چرا؟ چون رنگ تکست من قرمز بود. الان اگر برم توی پنجره کاراکتر و سلکت کرده باشم لایه تکستمو و رنگ رو تبدیل کنم، فرض کنید به زرد، میبینید که رنگ زرد شد. خب حالا این دقیقا چه کاری داره انجام میده؟ بریم از همینجا بررسی کنیم. گزینه اولش سکتره، من صفرش میکنم از 100 تا ببینیم چی میشه. ببینید اتفاقی داره میفته، این افکت آبجکت منو، لایه منو، هرچی که میخواد باشه تقسیم میکنه به پیکسل های مختلف، به قطعات مختلف. حالا من اینو هم ببرم روی 400% تا قشنگ ببینید. دقت کنید به این صورت و دوباره فیتش کنم. پس میبینید حالا اینا رو داره پخش میکنه. حالا بریم سر گزینه های مختلفش. از گزینه اول، خب این اسکتر رو من صفر کردم، حالا میخوام ببینیم حرکتش چطوریه. برای که ببینیم حرکتش چطوریه، من دوباره اسپیس رو میزنم تا ببینید که چه اتفاقی داری میفته. این حرکتش، یه حرکت متناوب داره انجام میده. یعنی همینطور ببینید، از عقب میاد جلو، دوباره وقتی اومد دوباره از عقب میاد جلو، دوباره از عقب میاد جلو. یک این حرکت همینطور داره تکرار میشه، تکرار میشه و تکرار میشه. خب این مورد رو در نظر داشته باشید. حالا این قسمت اسکتر یکش میکنم، ببینید چی میشه، یه مقدار پخش شد. حالا اگر اجرا کنید دوباره همون حرکت انجام میشه روی این چیزی که الان ساختیم. حالا دوباره اگر من اینو دوش کنم، این مقدار پخش شدگی بیشتر میشه و حالا دوباره همون حرکت داره انجام میشه. حالا اگر مقدارش رو من 10 کنم، مقدار پخش شدگی بیشتر میشه و دوباره همین حرکت داره انجام میشه. از عقب میاد جلو و تکرار میشه و تکرار میشه. حالا اگر مقدارش رو 100 کنم، دیگه به این صورت در میاد و دوباره همون حرکت داره تکرار میشه و داره تکرار میشه. پس این از این. گزینه بعدی اسپیدشه. خب اگر دوش کنیم این حرکت سریعتر میشه. یعنی الان من اگر دوش کنم، اجرا کنم، ببینید سریعتر داره حرکت میکنه. حالا اگه منهای یکش کنم چی؟ اگه منهای یکش کنم دقیقا حرکت برعکسی نشون میده و داره هی اینا از ما دور میشه. مثبت باشه میاد جلو، منفی باشه از جلو میره عقب. پس این هم از اسپیدش. یه ریست کنم، بریم سر فازش. ببینید این یه فاز داره، اینو دوباره من صفر کنم که بتونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببین این یه حرکت متناوبه، یه پریود داره و هر حرکت سینوسی یه فاز هم داره. حالا اگر فیزیک و ریاضیتون خیلی خوب نیست یا یادتون نیست، من اینجا یه توضیحی میدم. مثلا ببینید این از اینجا شروع میکنه، میاد جلو، دوباره میره، دوباره این حرکت و دوباره همین حرکت و دوباره همین حرکت و حالا تغییر فاز دادن با این زاویه اینجاست
که من میتونم یه مقدار زاویهش رو عوض کنم، مثلا بگم 90 درجه تغییر فاز بده، از اینجا شروع میکنه و دوباره همون حرکت رو انجام میده، فقط از اینجا شروع میکنه. حالا اگر بهش بگم 180 درجه برو جلو، حالا از اینجا شروع میکنه و دوباره همون حرکت رو انجام میده. این میمونه که من سیتیایی رو بیارم اینجا قرار بدم و حالا از اینجا انگار حرکتمون شروع میشه و عیناً تکرار میشه، چون این لوپه، یه لوپه که هی داره تکرار میشه. حالا مثلا اینکه اولش کجا باشه، چون اولش رو شما از اینجا میتونید یه زاویه بهش بدید و دقیقا بگید اولش از کجا شروع شد. این هم از این. و یه قسمت دیگه هم داره گرید سپیسینگ، حالا این نقطه رو هم دقت کنید، اینم دوباره مهمه. من اینو دوباره بزرگش کنم، ببرمش روی 200 تا ببینید. دقت کنید من این عدد رو زیاد میکنم، ببینید چی میشه. این داره دونه هاش درشت میشه، این دایره ها دارن بزرگ میشن. الان دوباره صدش کنم که بهتر بتونید ببینید. ببینید این شکلی میشه. حالا اگر اینو کوچیکش کنم ببینید اینطوری میشه، مثل اینکه کیفیتش بهتر میشه. هرچی کوچیکتر باشه کیفیتش بهتر میشه، انگار تعداد پیکسلاش بیشتر میشه. وقتی که این عدد رو زیاد میکنیم تعداد پیکسلا رو داره کم میکنه و کیفیت داره کم میشه. و خب از طرفی این دانه ها درشت‌تر میشه ولی غلظتشون هم کم میشه. اینو هم در نظر بگیرید. یعنی من یه ریست میکنم، حالا دقت کنید این چهاره، من اگر زیادش کنم دونه ها درشت میشه ولی غلظتشون هم کم میشه. اینو فیت کنم دقیق ببینم، ببینید غلظتش هم داره کم میشه وقتی این عدد زیاد میشه، و اگر کمش کنم دانه ها ریز میشه و غلظتشون هم زیاد میشه. خب ریست کنم و حالا بریم سر سایز. این سایز رو زیاد میکنه، تعداد رو کم نمیکنه، سایز رو زیاد میکنه، دانه ها رو درشت‌تر میکنه. و دوباره از اون طرف هم اگر بخواید دانه ها رو کوچیک‌تر میکنه، کاری با غلظت نداره. بالاییه هم دانه ها رو درشت و کوچیک میکرد ولی غلظت رو هم کم و زیاد میکرد. پایینیه نه، فقط روی درشتی دانه ها داره کار میکنه، همون دانه هاست، بزرگترشون میکنه کوچیک‌ترشون میکنه. خب میمونه گزینه آخر که بلنده. الان ببینید من زیادش که بکنم کم کم اصل کاری میاد و به این شکل در میاد، و حالا اگر اجراش کنم ببینید این به این صورته. میخوام برم سر کامپوزیشن قبل تا اینجا بهتر ببینیمش. لایه‌مو انتخاب کنم و اینو میخوام قرارش بدم روی مثلا 70. الان دقت کنید ویدیومونو داریم میبینیم، فیت کنم، وقتی اجرا کنیم انگار مثلا برف داره میاد، انگار نمیدونم یه ذرات معلقی به هر صورت داره میاد، این اتفاق میفته. میتونید از این استفاده کنید بعضی وقت. حالا اگر عددشو بیشتر کنم 80 کنم کیفیت ویدیومو بهتر میکنه، ولی این ذراتو کم رنگ تر میکنه و کم تر میکنه. حالا اگر مثلا 60 کنم دوباره ویدیو کیفیتش کمتر میشه ولی این ذرات بیشتر میشه. میتونید ازش استفاده کنید برای این منظور. حالا بریم و یه دوتا پروژه کوچیک با این انجام بدیم. ریستش هم که کردیم، تو پروژه اول میخوایم این ذرات تشکیل شهنام بدند. خب از طرفی اینا دارن میان بیرون، پس اینا باید جهتش عوض کنیم که اینا برن تو، چون میخواییم اینا برن و تشکیل شهنام بدن. پس اسپیدشو میکنیم منهای 1، برای اینکه اینا حرکت کنن به سمت داخل و کم کم باید جمع بشن و تشکیل شهنام بدن. حالا بعد از چقدر وقت؟ مثلا بعد از 2 ثانیه. پس من میام ابتدای امر هم اسپیدو و هم اسکتر رو هر دو رو کی فریم میدم، میام بعد از 2 ثانیه میخوام اینا تشکیل شهنام بدن دیگه. پس اسکتر رو میارمش، میکنمش از همینجا اصلا تایپ کنم 0 که این شهنامون قشنگ تشکیل شه، و از طرفی اسپیدمون هم کنیم 0، چون وقتی دیگه شهنام درست شد این دیگه نباید حرکت بکنه. اگه حرکت کنه که این نمی ایسته، مثل این میمونه که یک سری ذراتی میان و این شهنامو درست میکنن. حالا سایز شهنام اون سایزی که ما خواستیم شاید نشد. میتونید حالا برای این امر میخوام فقط بدونید فازشو عوض کنید که بیاد و تو این سایز کارو تموم کنه. ولی خب یه مسئله دیگه هم هست،
و اون اینه که اجراش کنیم تا بعد به مسئله بعدیش برسیم. تا حالا یه همچین اتفاقی داره میفته. ببینید این ذرات میچرخن میان و شهنامو درست میکنن. حالا مسئله بعدیش اینه که این شهنام اون شهنام نیست، هنوز یه مقدار دوندونه، میخوایم درستش کنیم. پس میان روی شهنام یه یو میزنم برای اینکه کی فریمم بیاد اینجاست. شیفت رو میگیرم میام اینجا. خب اینجا که رسیدیم، حالا روی بلند من یه دونه کی فریم میدم و میارمش یه مقدار جلوتر و اونجا بلندم رو هم میکنم 100%. الان به نظر من بد نشد. ببینید ذرات جمع شدن اومدن، شد شهنام و دیگه کامل قشنگ شد، بلندمونم استفاده شد. خب این از یه تمرین و بریم برعکس این کارم انجام بدیم، ریستش کنیم. اینجا میخوایم شهنام باشه بعد به مرور پخش بشه. پس این کی فریم ها رو اینجا من حذف میکنم برای اینکه نباشند اول کار. پس میام و اینو صفر میکنم. این از به اضافه اینکه میام و اینو هم صد میکنم. اول کار میخوام اینطوری باشه دیگه، یکی فریم روی بلند میدم، یکی فریم روی اسکتر میدم. اسپیدمون هم یک باید باشه، مثبت باید باشه دیگه، چون اینا پخش میشن بیرون، پس باید بیام بیرون. اون دفعه میخواست بره تو که تشکیل بده، این الان داره مثلا پخش میشه به سمت بیرون یا منفجر میشه یا میتره که یه همچین چیزیه دیگه. پس اسپیدم درسته که یکه، پس میتونم صفرش کنم بعد برسونمش به یک. یکی فریم بهش میدم و دو ثانیه میام جلو، یا شاید یه ذره بیام اول جلو، یه ذره میام جلو. در این مدتی که این یه ذره اومدم جلو، این بلندمو میکنم صفر که به این شکل در بیاد و میام مثلا تا دو ثانیه دیگه، میل خودتونه دیگه، بلندو کار ندارم. میخوام اسکتر رو زیاد کنم تا اینکه این تا هر چقدر که میخواید متلاشی بشه، حالا مثلا تا اینجا بد نیست و سرعتش هم یک بشه دیگه. حالا اگر خوب نشد سرعتش رو دو میکنیم. تا اینجا رو ببینیم، تا بعد ببینیم چیکارش کنیم. پس این شهنام الان منفجر شد، دوباره نگاش کنیم منفجر. حالا اگر به نظرتون زود منفجر میشه، این دوتا کی فریم رو میتونید بگیرید یه مقدار بیاریدش جلو که اول سر یه مقدار ببینیمش و بعدا منفجرش. حالا کم کم اینجا دیگه نباید ببینیمش دیگه. پس تا اینجا این اتفاق افتاد، یه ذره بیایم جلوتر و بعد تا میتونیم به نظر من اسکتر رو زیاد کنیم، انقدر زیادش کنیم تا اینکه یواش یواش دیگه حدوداً چیزی پیدا نباشه. این از این الان. یا حالا اگر به نظرتون زوده میتونید یه ذره ببرنش عقب‌تر، اون دیگه میل خودتونه. الان دوباره نگاه کنیم، منفجر شد و دیگه یواش یواش چیزی هم نیست، ولی خب هی میره جلو یه چیزایی میاد. پس این تو به نظر من همین حد کافیه. همینجا من میرم ادیتو باز میکنم منوشو و از همینجا اسپلیتش میکنم. اسپلیت کرد. الان این لایه رو، این قسمت رو دیلیت میکنم، من دیگه اون قسمت رو نمیخوام. الان از اول اجرا میکنم، این منفجر شد و الان هم دیگه هیچی نیست.